مامان بابا جامعه میرسن. فکرشم نکن که راجع به شبا بیرون موندنت چیزی بهشون نمیگم. تکالیفتم که غلط و غلوتو نصف نیمه حل میکنی. تازه آخر ترمم هست. واقعا دلم میخواد بدونم که برای زندگی چه برنامه‌ای داری. پسر، دارم با طرف میزنم. ویلکم بابا. از اون واقعا خوشت رفت. بحثو عوض نکن خاویر. عوض نمیکنم. هیچی برای تو اهمیتی نداره نه؟ نه. هیچ کاری نداری. یعنی هیچی تو رو به وجد نمیاره. خب واقعا هم از چیزی خوشم نمیاد. خب منم به والدینت میگم که اون موتورسیکلتو برات نه. نه 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 نه. مرسدس دیگه کافیه، بسه. انقدر تو زندگیم دخالت نکن. من که پسرت نیستم. نمیدونم چرا مامان بابا انقدر اصرار دارن که هر بار سفر میرن منو دست تو بسپارن. میخوای تو عوض با پول بابات زندگی کنی؟ باید از شر ذهن فقیرت خلاص بشی. راه های دیگه ای هم برای پول دروردن هست. باید پیداشون کنم. منظور من فقط پول نیست. مامان بابات خیلی درس خوندن و سخت تلاش کردن تا چیزایی که الان دو دستی به تو تقدیم کردن و به دست بیارن. باید اینا در نظر بگیری. خب تو هم درس خوندی و هم کار کردی، اما آخرش چی شد؟ درسته که من پول زیادی ندارم، ولی عوضش از آموزشی که دیدم راضیم. چیزی رو پیدا کن که بهت رضایت بده. این خیلی تو زندگی مهمه. هر چی تو بگی خاله جون. ولکنه تلاشت نیستم. بله خانم مرسدس، کاملا متوجهم. بفرما. دست پختم خیلی خوشمزه است. شاید استعداد تو آشپزیه. اگه ادامه بدی آشپز خوبی میشی. خاله ولکن دیگه میشه. رفیق دیدی چی شد؟ خوشحالم که برگشتی. برو بشین. خیلی خوب شروع میکنیم. صبح بخیر بچه ها. خوشحالم که دوباره تو کلاس ادبیات اسپانیایی میبینمتون. طبق روال همیشه موبایل و وسایلی که به کلاس مربوط نیستن رو بذارین کنار. پدرو گوشواره رو بده. کلودیا تو هم وسایل اضافی تو بده. باشه حتما. خوبه. کسی میتونه بگه تا کجا خونده بودیم؟ تا سر کوچه. ساکت لطفا. تو بگو سزار. دختر ماینوس و فاسیو. نه بابا. ممنون که انگیزه میدی خبیه. خودت میتونی اسم نویسنده این رمانو بگی؟ سزار بگو. آلیخو کارپنتر. ممنون. خیلی خوب، لطفاً تکلیف مربوط به شرق رو انجام بدین. خب اینم تکلیف بود دیگه. خب یه رس کلاس برو بیرون. رافائل بی خیال. بدون کوله پشتی و موبایلت، لطفاً صندلی تو برگرد. ببخشید. خیلی خب، هر کسی که مسخره بازی در بیاره میتونه به خاویر ملحق بشه، اما این بار از امتحان محروم میشه. مفهومه؟ من طبق وظایفم عمل میکنم و علاوه بر اخلاقیات. خیلی خب، پس موضوع اصلی پادشاهی تو اون منطقه چیه؟ موضوع اصلی در چارچوب انقلاب هایتی و ارتباط نزدیکش با مذهب ودوه. حفظش کرده استاد. پروفسور میشه منم کل کتاب رو حفظ کنم؟ پدرو فکر خوبیه. در واقع پیشرفت خوبی هم است. پس به خاطر حرفت هم که شده باید همش رو حفظ کنی. اون خیلی سوسوله. نگاش کن بچه خرخون.
از حرف زدنم میترسی؟ بعضیا نمیتونن خودشونو با محیط وقف بدن، براشون سخته. یارو از آدمه یا از سنگ ساخته شده؟ میدونی سنگه. خب حالا خارج از شوخی، هیچ کس نمیتونه با تو رقابت کنه. جدی جدی عاشق شدی یا خانم کلودی؟ بعد از دیدن پدرم یعنی میگی خونه واقعیتم قبولش کردن؟ آخرش قیافشون جوری بود که انگار نمیخوان، اما بعدش کوتاه آمدن. تازه خرجی هم ندارم. نمیدونم چجوری میخوای این پسر رو تحمل کنم. ای سب کن بینم، یادت رفته قرار من باشه قرار. بابا نگاه کن، این خیلی بهتره. خواهش میکنم، فعلا میتونم اینو برات بخرم. اگه بعدا تونستم اون یکی رو هم برات میخرم. خاوی عزیزم، تو برای سرعت رفتن با این وسیله تو خیابون خیلی جوونی. مامان خیلی از همسنای من از 20 سالم بهتر موتور سواری می‌کنه. اون گواهینامه‌ای که امتحان دادی و تو 18 سالگی گرفتی معنیش این نیست که بابات باید همین الان برات موتورسیکلت بخره. خوبه، ولی منم میتونم سوارش بشم و برای شام برم بیرون. اون وقت باید ببینیم برای قبولی تو دانشگاهت ازمون چی می‌خوای. الان این چه ربطی به موتورسیکلت داشت؟ من که گفتم اصلاً و ابداً دانشگاه نمی‌رم. حتی دختر رئیس منم رفت دانشگاه. همین الان رسیدیم خونه. لطفاً آرامش خونه رو به هم نزنی. ببین برای چی خریدم. بعدن اون یکی هم بهت میدم. وای پنکه دستی، واقعا تو گرمای تابستون خیلی به درد میخوره. وای اسم گرما رو نیار، از وقتی رسیدم مدام عرق میکنم. فردا بریم اینو بخریم. من و بابات باید بیشتر راجع به موتور فکر کنیم. فردا میریم میخریمش، اصلا نگران نباش. سلام، ما رفتیم. اوه آره. همه منتظرتونن. پول مول داری؟ آه اگه میخواییم نه. ببین باید از الان یادش بدیم که خودش برای خرجش پول در بیاره و پس انداز که دارم. ما این حرفا چیه که میزنی؟ امروز جشن تولدش. ما نگران نباشین، حواسم بهش هست. خب حرف تولد شد. نه بابا؟ نه پرو نشو، زود باش دیگه. برو، همین برات کافی. بیا بگی. خدا فیز آدی رفتیم. مراقب باش. بیام اینجا خیلی خوش میشه. یا خیلی خوش میشه.
خاویر به زودی به هوش. خدایا شکرت. راستش اوضاعش حساسه و نتونستیم باهاش صحبت کنیم. باید یه سری آزمایش روش انجام بدیم که مطمئن بشیم تا چه حد مغزش آسیب دیده. اما دکتر شما گفته بودیم که آسیبش عمیق نیست، اما رولوبای مغزش اثر گذاشته. اما چیزیش نمیشه نه؟ فعلا نمیشه با قطعیت گفت. باید صبر کنیم و ببینیم واکنش بدنش چیه. فعلا به خاطر آسیب مغزش نیاز به استراحت کامل داره. ممکنه نتونه راه بره. چی؟ اما بعدن که خوب میشه. خب بستگی به زمان و واکنش بدنش داره. و یادتون نره برای گذر از این بحران اون به حمایت شما نیاز داره. خیلی ممنونم دکتر. ممنونم. خیلی ممنون. یا بیا رو لبه تخت بشین که راحت بشین. خوابی؟ حالت چطوره؟ امروز صبح اومدن بالای سرم. مادرت گفت میخواد به خاطر ادامه درمانت ببرت یه بیمارستان دیگه. راستش منم باید به خاطر شکستگیم برم یه جای دیگه. مجبورم که برم بیمارستان سانا. به نظر شما بازپروری برای خاوی مناسبه؟ دکتر معتقده که ما میتونیم توی این زمینه کمکتون کنیم، چون علاوه بر جسمش باید روحش رو هم درمان کنیم. آره کنیم. به نظرم عالیه. بله درسته. چون خاویر نراحته، افسرده است، نه با دوستاش و نه حتی با خود ما هیچ صحبتی نمی کنه. تو اینجور موارد بستری شدن خیلی بهش کمک میکنه، چون پزشکایی رو اونجا داریم که روی سلامت روانش هم خیلی کار میکنن. برای همین توصیه میکنم ببرینش اونجا. ببینم اینجوری زودتر حالش خوب میشه. خب نمیشه هیچ تضمینی بابت زمانش داد. بابت راهنماییتون ممنونم. عالی بود. ببین برات کتاب آوردم که باهاش سرگرم بشی. تو بهترین خاله دنیایی. اینم میدونم که تو محاله بخونیش. اما به نظر کتاب خوبی میاد. بابا کی منو از اینجا میبره بیرون؟ تو میدونی خاله؟ خوابی یکم زمان میبره، اما مطمئن باش که ما عاشقتیم و همیشه هوا تو داریم. بابا تا کی باید اینجا باشم؟ پسرم اصلا چیز مهمی نیست. چطوری میگی با نیست بابا؟ مامان نکنه چند سال منو نگه میدارن. آروم باش خاویر، آروم باش. نه. خاویر نه بابا نه چیزی من نیست خواب. نه آروم بگیر. نه من نمیخوام. چی منو شدی منو بگی خوابی؟ چیزی نیست. نه من نمیخوام خوابی. من از اینجا برم. چیزی نیست. من از اینجا برم. وای بر من. چیزی نیست پسرم. آروم باش چیزی نیست. نظر چی از اینجا فرار کنی ها؟ آنگوشا بابا ای عصبانی نشو رفیق، 90 روز دیگه کلن از اینجا خلاص میشی. مگه نه خاله؟ البته چرا که نه. حالا جدی جدی چند وقت باید اینجا بمونی؟ تا وقتی که حالش کاملا خوب بشه. باشه؟ خب الان چطوری؟ ها؟ مدرسه و درس رو که پیچوندی مگه نه؟ منم که قال گذاشتی و رفتی واسه خودت. الانم که لهم دادی و داری پادشاهی میکنی. میدونی دیگه مجبور نیستی بری مغازه و واسه پدرت خرید کنی. آره تازه شم تا وقتی اینجایی دیگه اون بیرون خرابکاری هم نمی کنی. بین خودمون بمونه.
اگه بابام بفهمه من چه کارایی کردم پوستمو گرفتی میکنه. دارم فیلم بازی میکنم نفهمه. بازم میام پیشت فعلا. صبح بخیر. صبح خیر. من اینجور صحنه ها رو تو رمان ها خوندم و تو فیلم ها دیدم. بایدم هم اینجوری باشه. اینجوریه؟ پس باید لذتش رو ببریم. نظرت چیه؟ بابا من نمیخوام اینجا باشم. من نمیتونم مانع اتفاقاتی که میفته بشم. ببین من و مادرت سعی داریم که تو رو برای ادامه درمانت ببریم آلمان. حالا هواتم عوض میشه. واقعا؟ البته. کی میریم؟ میریم اما نمیدونم کی. تو نگران نباش، حتما پیگیریش میکنم. فکر خوبیه نه؟ آره خیلی. هی انگار یه چیزی پسرمو خیلی خوشحال کرده. بابا راجب آلمان با هم حرف. آره عزیزم. آلینا چی شد رفت؟ آره یعنی الان رفته سر کار؟ بله. یه چیزی هست که متوجه نمیشم. واقعا نمیفهمم چرا دختری مثل تو باید اینجا مثل یه خدمتکار کار کنه. خیلی عجیبه نه؟ حقیقت اینه که تو این دنیا خیلی چیزا قابل درک نیستن. مثل چی؟ مثلا این که پسری مثل تو به جای کار یا درس داره اینجا میپلکه. من دارم دنبال خودم میگردم. زندگی از دید من خیلی با چیزی که تو فکر میکنی متفاوته. از وضعیتم هم خیلی خیلی راضیم. راستشو بخوای سنم هم به قدر کافی بالا رفته. میدونی چرا اینجا کار میکنم؟ نه. چون من برای خودم کار میکنم. اینجوری دستم تو جیب خودمه و محتاج کسی نیستم. البته تو نمیفهمی، امکان نداره بفهمی. بفرما. خیلی ممنونم. ببین کی اومده، حسابی دلتنگت شده. از این طرف بیا. حالت خوبه عزیزم؟ خوبم. تو چطوری خوابی؟ خوبم. به نظرم بهتره یکم تنهاشون بذاری. این درسته. اوضاع چطوره؟ نابود شدم. همش دارن بهم آب میوه میدن. در چه حالی؟ کلودیا میبینی که چطوریم. خب این برای منم خیلی سخت بوده. آره خونه، مدرسه، زندگی. به محض تموم شدن درمانم تو آلمان برمیگردم. آلمان؟ آره حالیه مگه نه؟ چی به سرمون میاد؟ خوابی ما برگشتی. این چی گرفت؟ میشه وقتی خواستیم بریم منم بیام؟ به این زودی؟ پاش درد میکنه، باید بره. آره بهتره برم. مراقب خودت باش. تا
تازه اومدی اینجا؟ بله، اسمم آدریانه. خوشبختم. من مرسدسم، خاله خاویه. منم همینطور. این بخش زود تموم میشه. حالت خوبه خاویه؟ خوبه. وقتی کارمون اینجا تموم بشه میریم باشگاه. باید ورزش رو شروع کنه. خیلی وقته که دارم تمرین میکنم. الان 3 هفته است که تو بیمارستانی. تو دومین بیمار منی. میشه دستاتو بدی؟ ببخشید. چی شد؟ ترسیدم. منم خیلی ترسیدم. حس کردم منو با میشکنه. من نمیفهمم. همین جوریش به خاطر اینکه چند ماه خونه نیومده عصبیم. حالا بفرستمش یه کشور دیگه؟ اگه آلمان رفتن به روند درمانش کمک میکنه چرا که نه؟ لازمه یادت بیارم که پسرمون ویلچر نشین شده و نمیتونه راه بره. لازمه یادآوریت کنم به لطف تو اینطور شده. من گفته بودم که نباید براش موتور بخری. این چه حرفی؟ من از کجا میدونستم که همچین اتفاقی میفته؟ خیلی خوب، غذا تو بخور. خیلی خوبه کارلا، وقتی راه میری سرتو بالا بگیر و روبرو تو ببین. یکم دیگه. آفرین. آره، نتیجه داد. دیدی درمان شده؟ مربیش حرفه‌ای بوده. دانیل، ایشونو ببر اتاقش، نوبت نفر بعدیه. خیلی خوب بودی، آفرین. صبح بخیر. صبح بخیر. امروز حالت چطوره؟ خوبم. پس آماده ای که شروع کنی؟ خیلی خوب، بسن بریم. اول باید حرکات کشش رو انجام بدیم. خاویر، چند وقت پا تو اینجوری تکون ندادی؟ آخرین بار همون موقع بود که رفتم روان درمانی. بعدش هم اومدم کلاس و الانم پیش تو هم. خب میتونی وقتی کارم تموم شد صبر کنی تا لباسمو عوض کنم و با هم دیگه بریم بیرون تا یکم هوای تازه بخوری. خیلی هم عالیه. خاویر، از مطالعه خوشت میاد؟ خب نه، راستش سعی میکنم سرگرم بشم اما واقعا نمیتونم. درمانت هم رو مخته؟ واقعا رو مخه. خب یکم از زندگیت برام بگو. بیشتر از چه کاره خوشت میاد و با چه چیزایی سرگرم میشی؟ ها؟ راستش آشپزی. وای، من از آشپزی متنفرم. تو باید منو موقع آشپزی ببینی. واقعا غذای خیلی خوبی درست میکنم و همه هم خوششون میاد. خالم که اینطوری میگه، اون خیلی خوشش میاد. چشماتو ببند. چرا؟ ببند دیگه، تقلبم نکن. ولم نکنی بری. خاویر، چطور رود میشه این حرفو بزنی؟ توسط دریا احاطه شدم. من فرزند نسیم هستم. میتونم پرواز کنم اما هیچ کس صدای فریاد و سوزنو نمیشنم. گاهی سبک و گاهی سنگینم. گاهی وقتا دریا چشامو میبنده و باعث میشه بترسم، چون همون لحظه میفهمم که دریا مرگ سوزه. اما وقتی چشامو باز میکنم سینه فراخم از عشق به دریا. این شعر بود؟ بله. خب هنوزم نمیدونم چی بگم، اما انگار میتونستم صدای امواج دریا رو بشنوم. میدونی؟ خیلی عجیب بود. به خاطر همین گفتم چشاتو ببندی خاویر، یه چیزی که میشنوی و حس کنی. تو اینو نوشتی؟ نه،
من نمیتونم یه همچین چیزی رو بنویسم. شاعرش ماریا لوینزه، من عاشق شعرم، مخصوصا اشعار اون. حس خیلی خاصی بهم میده، میفهمی که. پس کتاب دوست داری؟ خیلی زیاد، مدت زیادی دنبال یه کتاب میگردم اما پیداش نمیکنم. اسمش چیه؟ بازی دریا. خیلی ممنونم. میخوای صابونه بخوری؟ نه، ساعت 1:00 کارم از صابونه گذشته. الان میتونم یه شیر رو درسته بخورم. ببخشید اما ما اینجا شیر نداریم. چیز دیگه ای هست که میل داشته باشی قربان؟ نه. اجازه هست؟ لطفاً. من هنوز صبحونه نخوردم. اگه بری کنار میرم برای نهارت شیر شکار میکنم. چطوره؟ باش. سلام. واسه امروز برنامه ای داری؟ خوبی؟ خوبم. برام آب بیار. بیا اینجا یکم پاهامو ماساژ بده، امروز خیلی راه رفتم. این هفته خیلی کار دارم، یه سفر کاری هم باید برم. ماساژ بده. تو امروز برنامه چیه؟ همش خونه بودی؟ نبینم یه وقت شیطونی کنی. ببرش بیرون. سلام. سلام. سلام خاویر، حالت چطوره؟ به تو چه؟ بی ادب نباش. بیا پسرم بشین، شما با هم حرف بزنین و منم برم تلفنمو بزنم. حاله؟ ممنون. خب حالت چطوره؟ خیلی خوبم. به نظرت حقمه؟ هیچ کس حقش نیست که این بلا سرش بیاد. برات کتاب دیجیتالی آوردم. با اینا حال نمی کنید. به هر حال من آوردمش. بیا برای وقت کشی چیز خیلی خوبی. خب هرگز قسم نمی خورم و مادرید از ریکاردو فراورتی و دانیل چورورا. اینا کیه؟ خودت بفهم. اما وقتی شروع به خوندن کتاباشون کنی دیگه متوجه گذر زمان نمیشه. کسل کننده میشه بابا، نمیخونم. قول میدم که همه چی هست جز کسل کننده. ممنون. خب دیگه من باید برم، کارگاه ادبیات دارم. صبر کن.
میگم از شعر خوشت میاد؟ شعر؟ آره چرا که نه؟ شاعر خاصی مد نظرته یا نه؟ نه فقط کنجکاو بودم. امیدوارم وقتی برگشتی حداقل حرفای بیشتری راجع به ادبیات برای گفتن داشته باشی. هیچ قولی بهت نمیدم. هی آبی. ممنون. خاله تو خونت کتاب شعر داری؟ البته که دارم. از مارا لالویناز چی؟ اونم داری؟ لالویناز؟ البته. اونی که اسمش بازی دریاست اونو میخوام. اونو داری؟ تو که نمیخونی؟ داریش یا نه؟ بذار تا شعر عشق درون تو رو بیدار کنه. آه خاله جون لطفا. البته که قرضش میدم. هم بهت قرضش میدم هم اجازه میدم که هر کتاب دیگه ای هم که خواستی و برداری و بخونی عزیزم. آره خوندن کتاب شعر خیلی حالتو بهتر میکنه. خاله تو چرا اینقدر عشقی؟ نه اما وقتی بهم گفتن واقعا تعجب کردن. چی میخونی؟ فقط رفتم یکم توی فاز شعر و اینجور چیزا، البته خیلی کم. امپراتوری روم هم ذره ذره ساخته شد. اما واقعا برات خوشحالم. معلومه که از وقتت بهترین استفاده ممکن رو کردی. واقعا عالیه. البته فقط یکم. به هر حال به نظرم بهترین کار رو کردی. البته یه کارگاه شعر هم سراغ دارم که هر کسی بخواد میتونه بره اونجا. ورود برای همه آزاده. ممکنه اگه بری اونجا بیشتر جذب شعرم بشی. مطمئنم اونجا خیلی بهت خوش میگذره. بیا بری. نمیدونم اما قول میدم که بهش فکر کنم. سخت نگی. راستی جناب من جزوه‌ای مربوط به امتحان نهایی خاویر که توشون غیبت داشته رو براتون میارم. ممنونم آقا عقب افتاده. حتما رسیدگی میکنیم. ممنونم. ما بریم یکم بیرون یکم صحبت کنیم. تو هم اینقدر ناز نکن. رفیق احتمالاً بتونی اونجا ببینیش. کیو میگی؟ یه دختره هست که تو بیمارستان کار میکنه. اون منو با ادبیات و شعر و اینجور چیزا آشنا کرده. که اینطور. فکر کنم الان فهمیدم که چرا عاشق شعر و شاعری شدی؟ راستش بابت رفتاری که تو مدرسه با داشتم خیلی پشیمونم. آخه تو خیلی نسبت به قبل فرق کردی. چه فرقی؟ جامعه ستیز شدی. همش میرفتی تک و تنها یه گوشه کلاس میشستی و همش تو خودت بودی. راستش اجتماعی بودن برام سخته. میدونی برام سخته که بخوام ارتباط برقرار کنم. از یه نفرم خوشم اومده. میدونی چند وقته که حسابی تو فکرشم. کی هست؟ راستش طرف تو همون کارگاه شعر دیدم. خیلی نمیشناسمش. خب چی کار هست؟ نمیدونم نپرسیدم. نمیشه که چون خجالت میکشی نری و باش حرف بزنم. دلم میخواست که بیشتر بمونم و باش حرف بزنم اما خیلی کار دارم. بعدم بهش سر میزنیم میگنم. خیلی خب بریم. بریم. اون زن کی بود؟ کدوم زن؟ مادرت بود؟ تعقیبم کردی؟ الان این مهم نیست.
میخوام بدونم چه برای سرش اومده. اون مریضه. مشکلش چیه؟ یه بیماری مفصلیه که فلجش کرده. وقتی مامانم فلج شد، من اون موقع دانشگاه میرفتم. مجبور بودم تنهاش بذارم و برم سر کار. اونم از برادر کوچیکم مراقبت کنه. خب چرا دانشگاهو ول نکردی؟ تو درک نمی کنی. بالاخره هر کسی زندگی خودش انتخاب میکنه، نه؟ امروز مرموز شدی؟ چشماتو ببند. زود باش. باشه. وقتی میریم دریا، رازم توی چشمام نمایان میشه. راز من تلفیقی از موج و دونه‌های نمک توی دریا است. تو دریا میدویم، روی آب موج درست میکنیم و تمام احساسات من درون اون موج‌ها نمایان میشه. راز من مثل انعکاس لحظه‌ای توی اون آب میگذره. وقتی بریم توی دریا، من احساساتم رو بهت میگم. من حرف دلم رو بهت میزنم. من رو احاطه کنم، نه به تنهایی. از دوستم گرفتم، خوشت اومد؟ من که خوش آمد، از خودم نوشتم، کل شب داشتم فکر میکردم. لیبر بود. ورونیکا، باید باهات حرف بزنم. راجب چی؟ راجب حسی که بینمونه. نمیدونم راجب چی حرف میزنی. من باید کارم رو تموم کنم. خودت میدونی راجب چی حرف میزنم. ببین پسر، تو نامزد رئیسمی. من ترکش میکنم، باشه؟ بهت قول میدم. تو میخوای از زندگی خوبت دست بکشی؟ با هم میسازیمش. بیرون از اینجا چطوری میخوای زندگی کنی؟ چی رو میخوای بسازی؟ از دختر خوشت میاد؟ خب اون مهربونه. خوشگلم هست. اسمشم قشنگه. بعدش چی؟ بعدش رو نمیدونم بابا، فقط دوستش دارم. راستی، همه مقدمات سفرت به آلمان رو فراهم کرد. هنوز به مادر چیزی نگفتم. منم میخواستم با خودت حرف بزنم. راستش برای رفتن مطمئن نیستم. چی؟ ببینم چی گفتی؟ داری جدی میگی بعد از اون همه جر و بحث؟ با اون همه تکنیسیان صحبت کردم، حالا اومدی اینجا میگی که نمیخوام برم آلمان؟ کلی برنامه ریختم و کلی هزینه کردم، بهترین درمانا رو داره. پس اطرافیانم چی میشن؟ مامانم، دوستام، مدرسه. حالم بهتره. و اولین باره که واقعا احساس امیدواری میکنم و میدونم که با حال خوب از اینجا بیرون. میدونم که با حال خوب بیرون. آفرین پسر. خیلی خوب باش. خب منو گول نزنی ها. امروز یه چیزی شده که خوشحالی. به هم نمیگی؟
میگن خوشحالی رو نباید جار زد. خب گرگه پشت شاعر شده. ممنون. خیلی برات خوشحالم، اما باید روند درمان تو کامل طی کنی. منظورت چیه؟ نمیتونم اجازه بدم بری بیرون. قبلا از دکترم اجازه گرفتم. حالا دیگه به من دروغ میگی؟ نه جدی میگم. یه سری برنامه ها دارم که اگه دعوتم رو قبول کنی تو رو هم با خودم میبرم. یه کارگاه شعرخونی. کارگاه شعرخونی؟ من عاشقشم. ببین، من یه دوستی دارم که همش به این جور برنامه ها میره. ازش پرسیدم تو رو هم میتونم به خودم ببرم و اونم گفت آره. حتما خوشم میاد. بهت قول میدم وقتی اینو بخونی دیگه به هم پسش نمیدی. قول میدم. خب سلام بر همگی. اینجا هر یک شنبه بهشت کتابخونه برقراره که میتونین در جعبه‌های عشقو باز کنین و تو دنیای کلماتشون غرق بشین و یه جستجوی عالی تو دنیای پر رمز و راز کتابا داشته باشین. و باید یه اعترافی بکنم، امروز برای من روز خاصیه، چون دو دوست رو اینجا داریم که حضورشون واقعا باعث سرور و شادمانیه و البته چالش خاص خودش هم داشت. پس ازتون میخوام که این دو دوست عزیز رو تشویق کنید. آدریان و خاویر. خب برای استفاده از تک تک لحظاتمون پیشنهاد میکنم به آخرین بیت شعری که دوستمون به شدت مشتاق خوندنشه گوش بدین. لاریتا شروع کن. اسمش چیه؟ اسمش نوره. نور کوچکی که از درز پنجره وارد می شد و به خانه زیبایی تجلی بخشی می داد، صدای شکستن نور و تراوش رنگ ها را به گوش وی رساند. آفرین. ممنونم. اون نویسنده یه فوق العاده ایه. انگار با نوشته ها شناور می شادم. خیلی تبریک می گم. دارم کتابم رو تموم می کنم. جدی؟ واقعا؟ عالیه. پس تبریک می گم. ممنون. شعری که این پسر نوشته رو گوش دادی؟ اون تو کلاس داستان میخونه اما شعراشو نشنیدم. پس حتما گوش کن چون شعراش خیلی عالیه. حتما. میگم اونجا خیلی قشنگه، بریم اونجا. ببین من پیشرفت کردم. منوز جا داری یکم استراحت کنی؟ آره خیلی خوب. میدونی سزار دوست خیلی خوبی از آب در اومد و روحت هم خبر نداره که ما چقدر اذیتش کردیم. میدونی آزار آدم ها نشونه ی زرنگ بودن نیست. مراقب باش. بذار کمکت کنم. ممنون. اینو از کجا آوردی؟ بهت که گفتم من منابع خودم دارم. بهم قرض میدی؟ مال خودت. ممنونم. برام یه یادگاری بنویس. نه نمیتونم، من که نویسنده نیستم. ای خیال خاویر، اگه بخوای نویسنده بشی باید از جملات کوچیک شروع کنی. بس ببینم کجا گذاشتمش. میدونی کارایی که ازم میخوای خیلی سخته. نه 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 تو خونه بخون. خیلی خوب، واقعا ازت ممنونم. فکر میکنم یه چیزی توی زندگیم هست که خیلی ازش لذت میبرم و اونم کتاب خوندن نیست. همراهی با توه. دریا بهتره یا من؟ خوابی
همراهی با تو خیلی برای من لذت بخشه، خیلی زیاد. اما باید با تو حرف بزنم. من دیگه میرم. خاویر. بزنیم باشه؟ میخوای بدونی که من چه فکری میکنم یا چه حسی دارم؟ برای این حرفا وقتی ندارم. نه خاویر، این حرفا نزن، به حرفم نه گوش بده. نه تو به حرف من گوش کن. اونی که مثل هنرپیشه ها برای تو ذوق میکرد من بودم، آدریانا. آره من بودم. حالا یه لطفی بکن و لطفا منو تنها بذار. آره لطفا تنها بذار، برو ولم کن، دیگه نمیخوام، دیگه نمیخوام. من عاشق این لباس شدم. تن مانکن دیدمش و به خودم گفتم این برای تو ساخته شده. خیلی گرون بود عزیزم. مشکلی پیش اومده؟ اینم یه پیراهن سفید برای تو. اگه یه مشکی هم پیدا میکردم که باش ست کنم عالی میشد. علاوی تو بگو حالا چطوره؟ چی؟ سورپرایزه؟ میخوای بیای پیش من؟ نه مشکلی که نداره، حتما عزیزم، حتما بیا. کی میای؟ باشه منتظرتم. خداحافظ عزیزم. مجبور نیستی بذاری بری. اینطوری بهتره. آلبرتو، بیمار تخت چهار معاینه میکنی؟ میشه حرف بزنی؟ که چی بشی؟ خاوی ازت میخوام که به هم گوش کنی. آدریان من باید ورزشم رو انجام بدم. داری مثل بچه ها رفتار میکنی. من باید برم ماموریت. چی؟ برای همینم هیچی بهت نگفتم. چی رو نگفتی؟ منم همون حسو بهت دارم خاویر. حس میکنم از درون خالی شدم. همه ی اینو تقصیر منه. من میخواستم همین. متاسفم. من نمیدونم. میخواستم همینو بهت بگی.
هی عزیزم بیا عکس بگیریم. یک دو سه. میخواستم یه چیزی بگم. مامان کجاست؟ کارمن اومدم. عشق زندگی من اومدم. داشتم سالادتو درست میکردم. مامان من حسودیم شد. خیلی خوب. حرف مهمی که میخواستی بزنی چی بود؟ میخوام تو مسابقه ملی آشپزی شرکت کنم. اوه عالیه. میخوام بهترین آشپز کشور بشم. خیلی عالیه. خیلی هیجان زده شدم که بالاخره تصمیم گرفتی که چه کاری به دردت میخوره. بزرگترین لذت دنیا رو بهمون دادی. دیدین بهتون گفتم که ادبیات چطور احساساتمون رو بیدار میکنه و باعث میشه هر چی که میخوایم و جلوی خودمون ببینیم. و یه چیز دیگه. سورپرایز بعدیم ایده ایه که برای اتصال بین ادبیات و آشپزی تو سرم دارم و همه شما هم جزء نقشم هستین. مخصوصا شماهایی که دوستام. اوه از نقشت خوشم. خوبی ما هم جزء نقشتیم دیگه. دمت گرم. خب هیچ مشکلی نیست. همه دوره هم جمع شدیم و باید یه جشن مفصل بگیریم. به امید موفقیت. مطمئنم موفق میشی عزیزم. پسر خودم. دوستت دارم پسرم. موفق میشیم. خوابی من یه ماه دیگه از ماموریت برمیگردم، بهت قول میدم. قولتو میپذیرم.